aşk laftan anlamaz. Kişt, kişt. شما کجا بودین؟ چی شده؟ این چه وضعیه؟ نتونستین از طبیعت دل بکنین؟ سیر نشدین؟ تعریف کنین ببینم کجا بودین؟ برگردم حتما آسفالتو میبوسم، قربون شهرم بشم، قربون شهر پر از دود و ماشین و تاکسیش بشم الهی، قربون خیابونه یه کیپ تا کیپ ترافیکش بشم. تا 5 سال از شهر خارج نمیشم. نو تانکس. خب کی برنده شد؟ معلومه ما برنده شدیم. جایزه سفر آخر هفته هم خیلی جالب بود. البته منم تو این موفقیت بی تأثیر نبودم، برای همین تصمیم گرفتیم جایزه رو تقسیم کنیم. خوبه که حداقل. دخترا من این مرز رو دارم با خودم میبرم، مهمونیتون شروع شد بهمون خبر بده. باشه، بعد از تموم شدن مهمونتون به من خبر بدین، اگه البته تا اون موقع زنده بمونم. Where is my coffee? خیلی وقت بود که با هم تنها حرف نزدیم، گفتم تو همه سرشون شلوغه یکم گپ بزنیم. خوب کاری کردی، منم دیگه صبرم لبریز شده بود، طاقت نداشتم پسر. راستش همچین جایی به درد خودت میخوره. خیلی خوبه هیچ کس نیست، آروم و دور از سر صدا، میتونی راحت باشی، دقیقا همونیه که خودت میخوای. اما از محل کارم خیلی دوره پسر، حق داری، زیاده روی کردم. راست میگی، منم اشتباه کردم، نباید جوری دیگران اینطوری با تو حرف میزدم. البته منم باید قبلش قرار داد و با تو شک میکردم. ده بسه، ای پا به پا میای، بذار خودم راحت محکوم کنم دیگه. پسر مگه ما با هم برادر نیستیم؟ تا آخرش هم با همیم، تازه اگه آشتی نباشه دعوا چه معنی داره؟ تو دیوونه ای پسر، میدونستی؟ نه که تو خیلی سالمی. به سلامتی. سلامتی. فکر میکنن تریدن باخته، ولی سخت در اشتباه، چون بازی هنوز تموم نشده. برندگی این بازی منم. جک یه نقشه ای دارم و الان وقتشه که عملیش کنیم. دخترها شما نبودین من چی کار میکردم؟ واقعا ممنونم، خوب شد که موندم، خیلی به هم خوش گذشت. این چه حرفی، دوست خوشکرم تشکر نداره، دوستی برای همین روزاست دیگه. نمیدونی ما اینجا چقدر تلاش کردیم تا تو اونجا حسابی خوشحال باشی. آفرین دختر، حسابی به خودت خوش بگذرون. باشه، من بعدم براتون همه چی رو تعریف میکنم. فعلا ببخشید، کاری داشتین؟ آره حیات، مراد دنبال تو میگشت ولی پیدات نکرد، بهم گفت اگه دیدی بهش خبر بده، منتظر توه. پس من زودتر برم، نگفت که کجاست؟ گفت کنار دریاچه است، ولی هوا تاریکه، به نظرم تا اونجا تنها نرو، بالاخره جنگل دیگه، میخوای تا اونجا ببرمت؟ واقعا؟ آره خیلی خوب میشه، من یکم از تاریکی میترسم، اما زحمتتون نمیشه؟ چه زحمتی، باعث افتخاره، بیا از در پشتی بریم. ممنونم، بریم. من برم یکم با تو با گپ بزنم. باشه برو. آقا مراد دقیقاً گفت که کجاست؟ فکر کنم گفت کنار دریاچه. نکنه حوصله‌ت سر رفته؟ نه ولی آخه خیلی دور شدی. خب که چی؟ چیزی نشده، فقط نگران شدم. چیه مگه، وایسادیم دیگه، هوا خوبه، دریاچه به این قشنگی، تو دوست نداری؟ چرا دوست دارم، ولی من آقا مراد رو نمیبینم. خیلی خب باشه، من بهت دروغ گفتم. در چه موره؟ مراد دنبال تو نمیگشت، من فقط خواستم یکم با هم تنها باشیم.
ممنون که موندی. نه برای منم یه تنوع شد. خوبه، همه خوشحاله. آره همینطوره، تولدم باعث شد بعضی عشقای جدیدشونو پیدا. اگه منظور تو باس باید بگم فقط داره خوش میگذرونه. نه منظورم حیات و جکه، کل شبو به هم نگاه میکردن، الانم رفتن کنار دریاچه قدم بزنن. ندیدیشون؟ خوشگلم، تو چقدر کم حرفی. میخوای چی کار کنم؟ میخواستی با کسی که به هم دروغ گفته و گولم زده و آورده اینجا شوخی کنم؟ خب شوخی کردم دیگه، اینقدر بزرگش نکن. بعدشم مگه بد شد؟ داریم با هم خوش میگذرونیم دیگه. خوشحال میشم فاصله تو حفظ کنی. تو چرا اینقدر خشنی؟ ولی خیلی بانمکی. ببین بهتره که برگردیم. نکن دیگه، اینقدر با من حوصلت سر رفته. چی شده ناراحت شدی؟ از دستم عصبانی؟ آره باور کن من آدم بدی نیستم. مطمئنم که هستی. همه به من میگن خیلی خوبم، با بزرگترین آژانس مدل توی استانبول کار میکنم، یعنی همه چی مشخصه، خونم، محل کارم، شمارم، دوست چیدمم هستم، یعنی هیچ شانسی ندارم. ببین من واقعا میخوام. حیات اون دیگه چیه تو دریاچه؟ تو چی کار میکنی؟ تو چی کار میکنی ها؟ فکر کردی من کیم؟ باشه بابا ببخشی یه لحظه نفهمیدم. یه کلمه دیگه بگی به خدا میکشمت، فهمیدی؟ من دنبال تو میگشتم یه هایی کجا غیبت زد؟ یکم سرم درد گرفت رفتم بیرون هوا بخورم. میخوای اتاقتو بهت نشون بدم؟ مجبور نیستی تا آخر شب بیدار بمونی. امشب حالا حالا تموم نمیشه، به نظرم یکم بخواب استراحت کن. اتاقت خیلی خوبه، من مطمئنم که خوشت میاد. اما بریم بهم نشون بده. حوصله تو هم سر رفت؟ آره یکم. تو چت شده؟ هیچی. ولی داری گریه میکنی؟ چیز مهمی نیست. یعنی چی چیز مهمی نیست؟ اگه چیزی شده به من بگو. میخوام برگردم خونه. ای بابا ببینم یه دفعه چی شد. چیز مهمی نیست، فقط میخوام برگردم خونه. دروک من نمیتونم از کسی بخوام. میشه منو ببری خونم؟ بزرگترین اتاق برای تو گذاشتم. ممنون. کنار بزرگ و دلبازه، تخت خوابش هم دو نفر است.
بهتره من برم، ببخشید. نه لطفا بمون، هنوز زوده، الان بچه ها خسته میشن میرن تو اتاقشون، اون وقت دو نفری با هم خستگیمونو در میکنیم یا هر کاری که بخوایم انجام میدیم. فردا هم دیگه رو میبینیم. حداقل بیا یه قهوه بخوری. میخوام تنها باشم، خواهش میکنم برو. اوکی، شب بخیر. شب بخیر. ای بابا بس دیگه، من طاقت گریه خانوما رو ندارم، گریه میگیره. ببخشید دست خودم نیست. باشه، ولی لااقل بگو چی شده، شاید بتونم کمکت کنم. چیز مهمی نیست. در مورد خانوادته؟ نه. پس مربوط به دوست پسر و اینجور چیز هستره؟ من دوست پسر ندارم. یعنی چی؟ دختر به این خوشگلی چطور میتونه تنها باشه؟ خب پس چی شده؟ تا چند ساعت پیش که حالت خیلی خوب بود، حتما یه اتفاقی افتاده. آره افتاده. کسی کاری کرده؟ جک، همون دوست عوضیه چیده؟ آره. چیزی بهت گفت؟ میخواست منو ببوسه. یعنی چی؟ زوری و بدون این که من بخوام، الکی به هم گفت آقا مراد باهات کار داره کنار دریاچه و منو از خونه برد بیرون. آیا تو داری چی میگی؟ داری چی کار میکنی؟ یعنی چی کار میکنم؟ الان میرم میزنم صورتشو داغون میکنم. وایسا دروک، خواهش میکنم دروک. چرا نکنم حیات؟ برای چی؟ به چه جراتی؟ حتما فکر کرده تو بیکس و کاری. ارزششو نداره، تو رو خدا وایسا. رسما به این میگن تجاوز. از اولش هم از این بیشرف اصلا خوشم نمیاد. ببین دروک، تحمل یه درد سر دیگر رو ندارم. لطفاً دروک، لطفاً، نمیخوام برگردم اونجا، لطفاً. ماشینو نگهدار دروک، حالم خیلی بده، لطفاً ماشینو نگهدار. ببینم، میخوای بریم بیمارستان یا به هر کی که دوست داری زنگ بزنیم؟ چه میدونم چی کار میتونم برات بکنم. نمیخوام به خاطر من کسی شبش خراب شه. چرت و پرت نگو دختر، با این حال روزت بازم به فکر بقیه ای؟ دروک، میخوام برگردم خونه. لطفا این حرفایی که بهت گفتم بین خودمون باشه. لطفا در مورد اتفاقات امشب به کسی هیچی نگو، باشه؟ یعنی چی آخه؟ وقتی با اون چیدم رابطه داره، چرا خواسته با تو رابطه داشته باشه این وسط؟ ای بابا ایپک، حیات میگه پسره به زور بهش نزدیک شده، معلوم هست چی میگی؟ کار درک بد بود، اما کاری که مراد کرد بیشتر ناراحتم کرد. من بهش سیلی زدم و حقشو گذاشتم کف دستش، اما مراد جلوی چشم دست چیدمو گرفت و برد تو اتاق خوابش. تو آخر اون فراموش نمی کنم. بره گم شه. تو هم برای یادم بی ارزش عوض گرگی نکن عزیزم، باشه؟ عزیزم، پای تلفن که حرف می زدی حالت خیلی خوب بود. گفتی کلی بهت خوش میگذره. بعدش چی شد که اینطوری شد؟ من که هیچی نفهمیدم. یه بازی رو شروع کردیم، تو یه تیم بودیم، با هم کلی سر و کله زدیم، کلی تفریح کردیم. حتی میخواست بره ولی به خاطر من موند. این یارو مثل عقربه،
اینطور رفتارها رفتارهای مردای عقرب صفته. تو با خودت فکر میکنی که کنارته؟ یه دفعه دمشو دراز میکنه و زهرشو میریزه، تو هم مات میمونی. خیلی خوب باشه، ولی این یارو چه مشکلی با حیات داره؟ اگه هیچ حسی بهش نداره، چرا اینجوری رفتار میکنه که انگار بهش علاقه داره؟ من دیگه هیچ حسی بهش ندارم، اون با احساسات من بازی کرد، منو رسما بازی چه کرد. یه چیزی بپرسم، میگم این یارو بهت وعده و وعیدی داده؟ بهت ابراز علاقه کرده؟ نکنه تو اینطوری برداشت کردی؟ ایپک، من همه چی از تو چشاش خوندم، خودم همه چی رو حس کردم. وقتی کنارم بود انگار یه آدم دیگه بود، انگار اصلا نمیخواست از پیشم بره، اما این کار آخرش. با این که حال منو دید ولی دست چیدمو گرفت برد تو اتاق خواب. خیلی احساس تنهایی میکنم، قلبم درد میکنه. ای چرت و پرت نگو دختر، ما دوتا کنارتی. گنجیش ککم عزیز دلم، خواهش میکنم بیشتر از این گریه نکن، اینجوری ما هم خیلی ناراحت میشه. دست خودم نیست. برای چی؟ باید حرف بزنیم. ولی من با شما هیچ حرفی ندارم. من دارم. من نمیخوام بیاین اینجا. باشه، پس بیرون یه جایی همدیگه رو ببینیم، حرفم خیلی مهمه. خب گوشم با شماست. دروک همه چی رو برام تعریف کرد. چی رو تعریف کرد؟ اگه اون جکو ببینم میکشمش. حالا میبینی. این موضوع به شما هیچ ربطی نداره. ربط داره. گفتم ربطی نداره. بدون اجازه تو کسی نمیتونه به دست بزنه، فهمیدی؟ حتی اجازه هم بدی بازم نمیتونه. منظورت چی؟ دیگه نمیخوام اون یارو جکو ببینی، حالی چو؟ تو نمیتونی برام تصمیم بگیری که کیو ببینم و کیو نبینم. نه خیر، میتونم. گفتم که نمیتونی. باشه، پس برو ببینش، ولی مسئولیت و عواقبش با خودت. مگه من دخالتی تو ملاقاتای تو با دیگران میکنم؟ من با کسی ملاقات نمیکنم. من بودم که دیروز دست چیدمو گرفتم و بردم تو اتاق خواباره. تو به من حسادت میکنی؟ نه خیر، اصلا موضوع این نیست. ولی چشمان چیز دیگه ای میگن. موضوع بیشوری اونا بود. زود باش اعتراف کن، تو هم از من خوشت میاد. چه ربطی داره؟ منظورت از تو هم چیه؟ دختر تو منو دیوونه میکنی. تو باعث شدی زندگی من رنگی بشه. من سونو پکتاش نیستم مرو. برای من هیچ فرقی نمیکنه خوشگلم. تو اینجا چی کار میکنی ها؟ مراد کجاست؟ مراد چیدمو دوست داره. دوباره با هم دوست شدن، میخوان اشتباهات گذشتهشون رو جبران کنن. اگه باور نداری خودت ببین.
وقتی همه چی داشت خوب پیش میرفت آخه چرا باید اینطوری تموم شه؟ خیلی شبیه واقعیت بود. یارو رسمن کابوس من شده. کدوم یارو؟ کی میخواد باشه؟ مراد دیگه. مراد کیه دختر؟ مامان. بله. تو اینجا چی کار میکنی؟ بابات گفت، گفت برو، گفت حالا که دختره تو استانبول کار پیدا کرده و میخواد اونجا بمونه، برو پیشش و دستشو بذار تو دست یه آدم خوب تا اونجا تک و تنها نمونه. همین. سر صبح این حرفو رو از کجا درآوردی؟ حیات خانم، حرفو عوض نکن. مراد کیه و تو خواب دختر من چی کار میکنه؟ کله سر به خاطر تو را افتادم اومدم عظیم سلطان. بگو ببینم قضیه خیلی فوری چیه؟ اینجوری به من نگاه نکن داداش، نمیتونستم جلوی خوشحالی مام بزرگو بگیرم. پس تو یه عروس پیدا کردی داری از ما مخفیش میکنی پدر سوخته؟ واقعا که این چه عشق و علاقهی به کاره؟ من که هیچی نفهمیدم برای چی آدم اسم رئیسشو تو خواب به زبون بیاره ها؟ بابات این همه سال کار کرد نون سر سفرمون آورد ولی یه دفعه هم نشد تو خواب ناله کنه و بگه آقا حیدر، آقا حیدر. ما که نفهمیدیم این چه بودنش. مامان اگه بابا هم همچین رئیسی داشت هر روز با گریه و ناله از خواب میپرید. جدی میگم، طرف خیلی ظالمه. حالا چی شده؟ کابوس دیدم طرف این بختک افتاده بود رو. هی کی افتاده بود رو کی دختر؟ این چه حرفیه؟ اگه لازم باشه خودمون مثل بختک میافتیم روش. تازه این یارو تو خواب تو چی کار داره ها؟ چی کار داره؟ این آقاها خب بشینه تو دفتر کارش دیگه. خاله امینه جون یه کاری کردی که الان علم تعبیر خواب و روانشناسی جلو زانو بزنن و توبه کنن. کاری کردی که فروید تنش الان تو گور بلرزه. لازم باشه حیات محترمانه از رئیسش خواهش میکنه که اگه امکانش هست دیگه بی اجازه تو خوابش نیاد. به نظرم اینقدر دیگه بزرگش نکنی. خبر مهم، خبر مهم، خبر مهم. دختر حیات بودو بیا، بیا در مورد شرکتت، شرکت در حالی که من فکر میکردم بالاخره شد. خبر مهم، خبر مهم، این رئیسته مهم. ماشاءالله چقدر خوش تیپه. ممکنه معروف دوباره با عشق قبلیش آشتی کرد. چرا که نشه؟ خیلی خوش تیپ و عالیه مگه نه؟ در آخرین اخباری که به دستم رسیده دیروز با عشق قبلیش قرار داشته. انگار خیلی هم خوشحال بودن. خوبه. امیدوارم تو خوشبخت باشه. آدم حسابیه. خیلی هم خوشتیپه. اصلا بهش نمیخوره آدم ظالمی باشه. دخترم این که خیلی مظلومه. حالا برای چی میخندی؟ به این پسره میخندم. از خواب حیات اومد بیرون، حالا هم وسط پذیراییه. همینطوری داره تو خونمون میچرخه. دختره خیلی هم خوشگله. خیلی به هم میان. آره واقعا به هم میان. خوبه. خدا کنه ازدواج کنن تا سر به راه بشن و استرساشون هم کم بشه. اینجوری شاید به خاطر زنش دیگه به کارمندش ظلم نکنه. دختر تو واسه چی گریه میکنی؟ راحتم بذارین، هی بازجویی میکنین، منم آدمم دیگه. امکان نداره. تو رو خدا مامان بزرگ، اگه چیزی بین من و این دختره باشه مگه میشه بهت نگم؟ همش دروغه. تو به من اعتماد نداری؟ تو ساکت باش، قبلنم از این کارا کردی. تو رو خودم بزرگ کردم. تو دوره ابتدایی عاشق شدی، اون وقت تو دوره دبیرستان به هم گفتی. هیچی به من نمیگی، همش میریزی تو خودت. عظیم خانم، سلطان من. کافیه دیگه داداش. چی شده؟ من نمیتونم تحمل کنم. چیو؟ این دروغ گفتناتو دیگه. هم به چیده ما هم به مامان بزرگ. واقعا کارت خیلی زشته. دروغ معلوم هست چی داری میگی؟ داداش بذار مامان بزرگ خوشحال بشه. زن بیچاره کلی به گردنت حق داره. لطفا راستشو بهش بگو. دروک نکن. مگه تو دیشب به من نگفتی میخوام با این زنه ازدواج کنم و کلی بچه دار بشم؟ حتی ازم خواستی که شاهد عقدتون بشم. کاش میدیدی مامان بزرگ چطوری چشاش پر از اشک شده بود.
اگه ادامه بدی چشمای خودت پر از اشک میشه. مامان بزرگ تو حرفای اینو باور نکن. مامان بزرگ مژدگانی منو بده. ان شاء الله به زودی یه سارسیلماز جدید به خانوادهمون اضافه میشه. بزنم. ای خدای من، ای خدا، انگار دنیا رو به من دادن پسرم. ای خدای بزرگ. آه خدایا شکرت، بالاخره دعاهام مستجاب شد. نظرم قبول شد. ای خدا، دختره یکم لاغر مردنی، اما مهم اینه که تو دوستش داری. خب حالا برو عروسمون رو بیار خونه باهاش آشنا بشیم. بیار دستمو ببوسه. دیدی گفتم. مثلا من خیلی دپرسم. الان باید بستنی و شیرینی بخورم، برم بشینم تو اتاقم گریه کنم، چه میدونم. اما دارم چیکار میکنم؟ نظافت. رفتم تو تونل، دیگه نمیتونم در بیام. از اون تونل بیا بیرون. بیا بیرون. اگه تقدیرمون اینه باید تحملش کنی. یه سری کارا رو دادم دستمون، خودشونم رفتن. جرأت داری انجام ندی. چرا اینجوری میگی؟ به نظرم خاله امنه برای خودش راههای درمانی خیلی خوبی داره. اینا راههای قدیمی که از اون موقع نسل به نسل منتقل شده. ببین اینجوری حرص و عصبانیت تو سر کسیبی و لکه ها خالی میکنی، اینطوری آروم میشی. راستش حق با آسیه. با یه تیر دوتا نشون میزنیم، اینجوری هم خونه رو تمیز میکنیم هم ذهنمون. آی کرم، کرم. آره خب آره، اینجوری نمیریزی تو خودت، انگار که طرف روبروت وایستاده، از چپ و راست بهش حمله میکنی، خشم تو رها میکنی. وای دخترو، اینطوری که گفتی من جون تازه گرفتم. مراد سارسیلماز، الان میزنم صورتتو داغون میکنم، انقدر میزنم تو صورتت از بین بره. تو کی هستی ها؟ تو کی هستی؟ با حیات اوزون طرفی نمیتونی از دست من فرار کنی. میزنم داغونت میکنم، لهت میکنم، تک تک اون مژهاتو از ریشه میکنم، فهمیدی؟ ببینم شماها چند سالتونه؟ من 29 دروکم. خوب ساکت شو، لازم نکرده جواب بدی. تا این سن و سال رسیدین اما هنوز بوی از مردونگی نبردین. فردا پس فردا باید ازدواج کنین، اما هنوز مثل بچه ها رفتار میکنین. با تو هم مراد، این حرفا به تو میاد؟ چرا به من میگی مامان بزرگ؟ مگه چی شده؟ کارای باغچه دستتونو میبوسه. باید این گلا کاشته بشه و تموم علفای هرزم تمیز بشن. مامان بزرگ، یه کسی به نام باغبون وجود داره مگه نه؟ فکر میکنم حرفه طرف همینه. واقعا اصلا نمیدونستم. یه مرد واقعی باید تو خونه باغچه بون و توی جاده مکانیک ماشین باشه، باید به جاش نجار باشه و وقتی هم لوله میترکه لوله کش باشه، باید کنار زنش هم مثل برد باشه و به جاش مثل بره باشه و صد البته که باید رفتارش هم مردونه. داداش مامان بزرگی ما رو ببین، 2 دقیقه قانون مردونگی رو نوشت. همش تقصیر تو. دیگه حرف نزنین وگرنه براتون غیبت میزنن. اما مامان بزرگ، تا کاری که گفتم رو تموم نکردین حرف نمیزنین. تازه یه خبر خوبم براتون دارم، بعد از این آخر هفته ها تا زمانی که مجردین و ازدواج نکردین باید بیاین تو حیات خونه باغبانی کنین. زود بشین ببینم، زود بشین کار کنین. خسته شدم، به خدا از همه زنها خسته شدم. 20 سالگی یا 70 سالگی همشون مثل همن، همشون مریضن، همش دنبال یه رای برای غر زدنن. مطمئنا که منظورت عظیم سلطان نبود. در مورد کی داری حرف میزنی؟ دهنتو ببند رو کار تمرکز کن. منظورم راجع به همه زناست، یعنی همه شونو دربر میگیره، همه شون یه کاری میکنن که آدم قبر خودشو میکنه. مرد جماعت همه شون بی احساسه، همه شون متقلبه، تعادل روانی هم نداره، زیر اون قیافه معصوم و مهربونشون شیطون پرورش میدن. موجودات دوپایین، یعنی که مغز و احساساتشون روش نکرده. دروغگو. با شغالا رفاقت کنی بهتر از اینه که به زنا اعتماد کنی. حداقل میدونی طرف حسابت کیه. زن جماعت کارشون حساب کتاب نداره، خدا میدونه کی یا از کجا بهت خنجر میزنن. تو فکر میکنی بهش رسیدی؟ از پردگاه میندازت پایین. قاتل احساسات آدمن. چرا؟ چون به جای قلبشون یه گاو نشسته. گاو مثل مارن، مار. یواش یواش با آدم نزدیک میشن، یه دفعه آدمو قورت میدن، بعدش یواش 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 هضمت میکنن، بعدش دیگه خدا رحمتت کنه. نه داداش نمیخوام. باشه؟ زن جماعت از من دور باشه. عشق مشقم نخواستیم، ارزونی خودتون. من اصلا به زن و چه میدونم رابطه هیچ نیازی ندارم. همینطوری حالم خوبه. تازه من به هیچ مردی نیازی ندارم. جز ناراحتی هیچی واسه آدم نداره. همه احساسای خوبتو میجوان و توف میکنن میندازنت بیرون. ببین بعد از اینا من با عشق مشک هیچ کاری ندارم.
بگو کن، همینجا هم می‌نویسم. بعد از این فقط روی کارم تمرکز می‌کنم. نقطه تمام. آره همینه دوست من. دمت گرم. زنده باد. زنده باد. ببین حواسم بهت هست، اونی که دسته‌تر رو زود می‌خوری فورا میای کمک من. ای بابا داداش، 5 دقیقه دیگه میام پیشت. از مهراده اینو ببین، تو رو خدا هر کاری رو جدی میگیره. مامان بزرگ صدامونو میشنوه. عملیات مخفیانه است. خب چی کار کنم، مجبورم کردین دیگه. ببینم این داداشت راست میگه یا دروغ، با این دختره رابطه داره یا نه، بگو ببینم. از خوش مامان بزرگ، یعنی دیگه به من اعتماد نداری؟ مگه چند دقیقه پیش همه چی رو بهت نگفت؟ خب فرض کنی باور کردن. اگه قضیه انقدر جدیه چرا مراد چیزی به ما نمیگه؟ نه این قضیه اینجوری نمیشه، اما من خوب میدونم چطوری دردتو درمان کنم. بگو ببینم درمون دردم چیه؟ یکم فکر کن. داداش من تنها طرف این رابطه اسرارآمیزه. تو میگی از خود عروس خانم بپرسم؟ ببین مامون بزرگ، حالا که شما دنبال واقعیت هستی، عروستو صدا کن، سوالاتو ازش بپرس، بازجوییاتو کامل کن. مامانم اینا که نیستن، الان وقتشه. آره شرایط مهیاست، اما اگه مراد بفهمه قیامت بپا میکنه. مثلا تو عظیم سارسیلماز بزرگی بابا، از یه بچه کوچولو که نمیتونه زیرشو تمیز کنه میترسی؟ خب تازه نیاتم هم خیره. البته مگه چیه؟ خب همه شماره عروستو من دارم. البته میتونم با یه دلمه خونگی معاملش کنم. بزن قدش. بای بای. اینو ببین، نگاه کن، خیلی خوبه. معرفش هم آدم خیلی خوبیه. رمزی رو میشناسی که فامیل عروسشون میشه. ماشاءالله جوون چارشونه‌ایه. حالا چی کاره هست؟ اینا خانوادگی قصابن، هر روز بساط منقل داریم. خدا نکشنده دختر. والا به نظر جوون خوشقد بالایی میاد. حالا برای چی میخندی؟ به تو میخندم. ببین دختر، این از در خونم نمیتونه بیاد، رو تخت خوابم جاش نمیشه. اینم تو لیست اضافه کن، بنویس. خب پس بذار ما در مورد این لیست به دختر اخمومونم توضیح بدیم. حیات، حیات دخترم، بیا اینجا ببینم. خواهش میکنم یکم راحتم بذاری، میخوام استراحت کنم، استخونام درد گرفت. باید به این چیز عادت کنی دخترم. فردا پس فردا خونه شوهر، بچه داری، نظافت، پخت و پز، همه اینا میریزه سرت. اون وقت میخوای چی کار کنی ها؟ خب از پسش بر نمیام، چون که من نمیخوام ازدواج کنم. آره راست میگی، مثل بچه ها حرف نزن. بشین اینجا ببینم، بشین. مامان تو خاله فهیمت این همه تلاش کردن، سر و کله زدن، فامیل، همسایه ها، همه بسیج شدن. برای چی؟ برای چی؟ همش به خاطر خوشبختی توه دخترم. عزیزم، ما کارای اولیه رو تمومش کردیم. این منم که تموم شدم، من میخوام بمیرم. عصب کن عزیزم، همه چیز به نوبت. تو اول ازدواج کن، نوه های منو بذار تو بغلم، بعد نوه های خودتم ببین، بعدش هر کاری خواستی بگو. یه نگاه به اینو بنداز. توی این لیست اول از همه تو اون جای بالدوکنه. ما تحقیق کردیم، پسر همسایه سابق زنم و حلیمت. حلیمه گفت که طرف یه خونه سه خوابه داره، ماشینم داره، گفت یه ویلای بزرگ داره، گفت 40 سالشه ولی ظاهرش 27 ساله نشون میده، دلش جوونه. گفت بزرگترین مغازه لوازم خونگی و تو عمرانیه داره. به خدا حالا من دیگه باید چی بگم؟ دیگه چی میخوای دخترم؟ واقعا که مامان دست در نکنه، طرف 40 سالشه. 40 سال چه بهتر دخترم، دیگه چشمش به دخترای جوون نیست. تازه شاید خودت هم خوشت اومد. اول ببینش، باهاش حرف بزن، یکم با هم آشناش. این کارو با من نکن امین اوزون، نکن.
وقتی خودتو خواستن زوری شوهر بدن فرار کردی و با بابا عروسی کردی. شما هم از همون بچگی عاشق هم شدین. منم خب دختر تو هم اینطوری ازدواج نمی کنم. آره خب حق با تو. اولین باری که همدیگر رو دیدیم با عشقمون همه جا رو به آتیش کشیدیم. آتیش ای جوونی کجایی؟ آخه سفر خیلی خوشتیب بود. دخترم بابات، آره بابای تو یه مرد به تمام معناست. اوف اوف. بگذاریم ما بعدن به این کارا برسیم. ها؟ آخه بابات گفته بود زنگ بزنم ببینم غذاشو خورده، قرصاشو خورده، ببینم چی کار میکنه چی کار نمیکنه. باید یه زنگ بهش بزنم. الو سفرم، ببینم چی کار میکنی. چی کار کردی حیات؟ تونستی قسمت تو پیدا کنی؟ آره پیدا کردم. از کاتالوگ یکی رو انتخاب کردم، قراره فردا پست بشه. اگه سایزش بزرگ بشه عوضش میکنم. دخترها اینا خول شدن، تصور کن یه لیست آماده کردن. لیست؟ آخه طفلکی، خاله امینه همه این کارا رو به خاطر خیر و صلاح تو میکنه. آخرش مادر پدرم با نیت خوبشون منو دیوونه میکنن. دیوونه تقصیر بابامه. اونه که میخواد هر جوری شده منو برگردونه شهرمون. میدونم رسما میخواد بشینم برای دلش. من نمیدونم این چه عشق و علاقه به فرزنده. ما که نفهمیدیم، راحتم بذارین دیگه. خوبه دیگه، حداقل یه بابایی داری که تو رو خیلی دوست داره و خیر و صلاح تو میخواد. مال من که فقط وقتی کار داره زنگ میزنه. سلام، خواستم یه آمار ازت بگیرم ببینم اوضاع چطوره دختر. خیلی ممنونم، بهترم. هر چقدر ازت تشکر کنم بازم کمه. ممنون که اون شب کنارم بودی. اینجوری نگو، اگه اینطوری باشه که حالا حالا من بهت بدهکارم. تازه مگه دوستا با هم حساب کتاب میکنن؟ نه نمیکنن. آره خب راستی ظاهرن اون خونه نفرین شده است. آخه داداشم زود برگشته، اعصابشم خیلی به هم ریخته بود. دقیقاً مثل تو. نتونستم بپرسم ولی خودم فهمیدم چرا. چرا؟ فکر کنم اون جک عوضی به اونم پیشنهاد بوست داده. خیلی مسخره‌ای. حالا که عملیات خندوندنت با موفقیت تموم شد، پس خیلی مراقب خودت باش. باشه؟ تو هم همینطور، ممنون که هستی. باشه، تا بیشتر از این احساساتی نشدی قطع میکنم، وگرنه مثل خال زنکو باید بشینیم گریه سری کنیم. میبوسمت. منم، شبت بخیر. حیات، این پسره چقدر قشنگ تو رو میخندونه. دروغ یه دونه است، یه دونه. خدا میدونه چطور با اون روانی داداشه. انسانه، انسان. مثل اون داداشه گاوش نیست که. حالا که گفتم داداشش، اون آدمی که نمیخوام اسمشو بیارم از خونه کنار دریاچه زود برگشته. اعصابش به هم ریخته بوده. برای چه زود برگشته؟ خب فکر میکنی چرا؟ حتما میونشون با اون دختر چیدن به هم ریخته. شایدم از اول چیزی بینشون نبود و همه این چیزا فقط یه سوء تفاهم جزئی بوده. همین اصلی، هم حیات هم کل ترکیه فهمیدن. فقط تو یکی قانع نشدی. برای اینکه باور کنی باید حتما تو اتاق خوابشون سرک میکشیدی. حساس توی پک. ببخشید، نمیخواستم ناراحتت کنم. بیخیال بابا، هرچی شده دیگه شده. هر کاری هم کرده کرده، اصلا به من چه؟ اون فقط رئیس منه، منم کارمندشم. همش همینه، تموم شده رفت. Aşk laftan anlamaz.